به نام یاد خدا و با عرض سلام به اخبار این ساعت با من مدینه حسن خوش آمدید. روزنامه فرانسوی پاریزن از بازداشت 6 تن از اثر درگیری گروهی از افغانان خبر داده است. پلیس فرانسه گفته است که در این درگیری 7 تن زخمی شدند و 6 تن دیگر از جمله 2 فرد مسلح در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. وزارت انرژی و آب اعلام کرده است که به دلیل افزایش سطح آب در دریاهای کابل و هلمند احتمال وقوع سیلاب‌های شدیدی وجود دارد. بر اساس خبرنامه این وزارت، ولایت‌های کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، غزنی، خوست و پکتیکا که در این حوزه‌های آبی قرار دارد، با خطر سیلاب روبرو هستند. به باشنده‌های این ولایت‌ها که در کنار دریاها زندگی می‌کنند، هشدار داده شده است که از خود و کودکانشان حفاظت کنند. سفارت امارت اسلامی در مالزیا از 3 سالگرد خروج سرباز آمریکایی سربازان آمریکایی از افغانستان بزرگداشت کرده است. این سفارت در خبرنامه نوشته است که در این مراسم مشاور وزیر خارجه مالزیا و نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان، سفیران کشورهای امارات متحده عربی، قطر، ترکمنستان، سنگاپور، تاجکستان، ایران و پاکستان حضور داشتند. بر بنیاد خبرنامه در این مراسم داتو اعظم مشاور وزیر خارجه مالزیا درباره روابط و همکاری های مالزیا و افغانستان سخنرانی کردند. وزارت خارجه امریکا می گوید که ایالات متحده نمی خواهد بار دیگر شاهد درگیری ها در افغانستان باشد. فاکس نیوز به نقل از میتو میلر سخنگوی این وزارت گزارش داده که امریکا از درگیری های مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند و نمی خواهد در این کشور جنگ آغاز شود. در همین حال برخی از آگاهان به این باورند که امریکا در جنگ افغانستان شکست خورده و اکنون می خواهد با استفاده از راه های سیاسی بار دیگر به این کشور تسلط یابد. اداره تنظیم امور زندان‌ها در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله این نهاد گفته که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی در ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر و عید قربان بیش از 3000 زندانی از زندان آزاد شده و تخفیف ویژه‌ای در مجازات برخی از آنان در نظر گرفته شده است. مسئولان این اداره گفتند که برای مشخص شدن سرنوشت بیش از 2000 زندانی هماهنگی لازم با دادگاه عالی انجام شده است. کمیته بین المللی نجات اعلام کرده است که مردم افغانستان با بحران بشری و اقتصادی روبرو است. این سازمان با ابراز نگرانی از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان از جامعه بین المللی خواسته که مردم این کشور را فراموش نکنند. در همین حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که کمک های بشری در کوتاه مدت میتواند بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند. این بود اخبار این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.